Welcome to TEDx Chardonnay. وقت همگی بخیر، امیدوار هستم که خوب باشین. خب سوال که امروز دربارش بحث میکنیم این است که مهمترین مهارت و اسکیل برای دهه بعدی چیست؟ خب من از شما سوال میکنم، هر کس میشه یک اسکیل را نام بگیره. Communication skill. ارتباطات. کامپیوتر ساینس و کودینگ. شما تریدینگ یا کریپتوکارنسی. خوب دیزاین، بزنس و انترپرنورشیپ. خوب دیگر لیدرشیپ. مهارت سخنرانی. خب همه این مهارت‌هایی که امروز نام گرفتین، همه اینا مهم هست و برای دهه بعدی و قرن بعدی ما به اینا نیاز داریم. برای اینکه موفق باشیم و به یک جای برسیم همه اینا رو نیاز داریم. اما مهمترین مهارت اینا نیستن. مهمترین مهارتی که ما نیاز داریم در دهه بعدی یا در قرن بعدی داشته باشیم، در این دنیا اینکه اینقدر صفر و صد ما داریم، که اینقدر معیارهای خوشبختی بلند هست، مهارت خوش بودن و زندگی در لحظه هاست. ما همه این مهارت‌های دیگر نیاز داریم برای اینکه به یک نقطه موفقیت برسیم. و ما چرا می‌خوایم موفق باشیم؟ برای اینکه خوشبخت باشیم و حس سعادتمندی بکنیم. اما وقتی که ما از زندگی لذت نمیبریم و در ثانیه ها زندگی نمی‌کنیم، در لحظه ها، ما تمام مهارت‌هایی که یاد گرفتیم همه به هدر رفتن. خب ببینید عزیزان، ما زندگی همین لحظه هایی است که الان جریان داره، همین لحظه هایی که ما اینجا صحبت میکنیم و میشنویم. بعض وقتا ما منتظر یک حادثه خاص هستیم، منتظر آمدن یک آدم خاص هستیم، منتظر یک فرصت خاص هستیم و زندگی را هدر میتیم، زندگی نمی کنیم و میخواییم که همون فرصت بیاید برسه و منتظر هست. گاهی وقتا آنقدر در پی آرزوهای بلند خود، آرزوهای نارسیدنی خود ما تلاش میکنیم که در میان زندگی گم میشیم و هیچ وقت به آرزوها نمیرسیم، در حالی که زندگی همین لحظه هاییست که ما منتظر هستیم که بگذرن. زندگی همون دوران مکتبی هست که شما منتظر هستن تمام بشه و برین دانشگاه، یا همون دوران دانشگاهی هستن که شما منتظر هستن تمام بشه و برین در دنیای کار، و یا دنیای کاری هست که شما منتظر هستن تمام بشن و برین به دنیای مدیریت و شرکت خود را داشته باشید. ما باید همون امروز، همین لحظه ای که اینجا هستیم را زندگی بکنیم و حس بکنیم. ببینید دوستان، زندگی خودش یک تحفه قشنگ هست که نصیب ما شده است، و زنده بودن، انسان بودن خودش یک نعمت خاصی است که ما داریم. امروز در اینجا آیا این چوکی ها میتوانند حرفای من را گوش بکنند یا من را حس بکنند؟ آیا این چوکی ها میتوانند که این آدم های قشنگی که اینجا نشستن را ببینند و حس بکنند و لذت ببرند از دیدن این زیبایی های خلقت؟ نمیتوانند. فقط ما انسان‌ها هستیم که این توانایی و این احساس و این حس را داریم که درک بکنیم و حس بکنیم. خب برای اینکه خوشحال باشیم، به آرامش برسیم و زندگی سعادتمند داشته باشیم، من روی چند نقطه صحبت می‌کنم. اولین نقطه، نقطه خودآگاهی یا خودشناسی است. شما باید که خودتان را درست بشناسید. ضعف‌هایی که دارین، زخم‌هایی که شما در کودکی داشتین و نقاط قوت و ضعف خود را بفهمین. وقتی شما خود را می‌شناسید، می‌توانید روی خود کار بکنید. تا زمانی که نمی‌شناسید، شما یک بیگانه به خود هستید و نمی‌تونید به یک جایی برسید. خب ما به نظر من با دو نوع انسان داریم. آدم‌ها به دو کاتگوری تقسیم میشن از نظر من. آدم‌هایی که زندگیشان را آگاهانه می‌کنن بر اساس فهم، آگاهی از دنیای ما، حولشان، خودشان و زندگی، و آدم هایی هستند که گوسفند هستند.
اونا فقط کسایی هستن که تقلید میکنن و زندگیشون بر اساس تقلید پیش میرن. مثل همین آدمایی که از سوشال میدیا تقلید میکنن، از رسانه ها تقلید میکنن. و اگر بپرسی که چرا این قسم لباس پوشیدی و چرا این کار را کردی، میگن که مد هست، یعنی تقلیدی. خب بعد از اینکه ما اگر انسان آگاه شدیم و فهمیدیم، خود را شناختیم، دنیا را شناختیم، باید که قبول بکنیم خودمان را همان طور که خلق شدیم قبول بکنیم. خب ببینید عزیزان، از هر انسان در این دنیا فقط یک نسخه وجود دارد که فقط همو آدم هست. هیچ نسخه دیگر از اون انسان وجود ندارد. پس همه انسان ها خاص هستند. همه ایشان خاص در این دنیا خلق شدند. من زمان کودک بودم، به خاطر این فرهنگ های اشتباهی در جامعه هست که از روی ضعف آدم ها را نام میگذارند، از روی ضعف با آدم ها شوخی میکنند، و یا این فرهنگی که از روی توهین و تحقیر میخواهند که نقد بکنند، من یک کودک بودم که توانایی صحبت را در هیچ اجتماعی نداشتم و در وجود من حس نفرت نسبت به خودم شکل گرفته بود. و یادم میاد قبل دانشگاه من به آینه نگاه نمیکردم، نمیخواستم تصویر خودم را ببینم در آنجا، برای اینکه برای من این حس را خلق کرده بودند که من به اندازه کافی خوب نیستم و فکر میکردم که بدجنس‌ترین آدم دنیا من باشم، در حالی که شما میبینید که من اونقدر بد نیستم. خب وقتی من خودم را شناختم، بعد قبول کردم که از من با همین چشما، با همین قد که چندان بلند نیست، با همین شکم برآمده، فقط یکی وجود دارد که او من هستم در این دنیا و من استعدادهای خاص خود را دارم و طرز فکر خاص خود را که از نوع من دیگر در دنیا وجود ندارم. باید همیشه اگلی خودم را قبول بکنیم. هیچ وقت باید برای چیزایی که در دست ما نیست ناراحت و شرمنده نباشیم، مثل فقر، فامیلمان، پدر مادرمان، اجتماعی که در آن بزرگ شدیم. اینا را ما تصمیم نگرفتیم، اینا همه اینا بودند که ما در دنیا آمدیم، پس برای اینها باید شرمنده، ناراحت و نباشیم. چیزایی که دست ما هست را باید تبدیل بکنیم. خب یک بحث دیگری که میخوایم درباره صحبت بکنم، ارزشمندی های ماست. ما باید دنیا را، تصویر ما و معیارهای ما نسبت به دنیا را تغییر بدهیم. ارزشمندی آدم ها را باید نسبت به مؤثریت آنها نگاه بکنیم، که آدم ها چقدر مؤثر هستند و همو اندازه باید برشان ارزش بدهیم. تمام آدم هایی که اینجا امروز کار کردن همه ارزشمند هستند. آدم هایی که اینجا را پاک کردن، صفا کاری کردن، به اندازه همه ما شما ارزشمند هستند. چون ما در یک جامعه به همه آدم ها نیاز داریم. ما در جامعه با آدم هایی که کارهای شاقه میکنن نیاز داریم، به تاکسیوان نیاز داریم که امروز شما رو تا اینجا آوردن، ما به نانوایی نیاز داشتیم که امروز شما چاش نان خوردن و اونا پخته بودن. همه آدم های یک اجتماع مهم و ارزشمند هستند. بیاین به آدم هایی که فقیر هستند این حس را ندهیم که شما در پالوی فقر ناکام هم هستین و به اندازه کافی زحمت نکشیم امروز شما فقیر هستین. این که فقیر هستن این جزء از زندگی بوده که آنها تصمیم نگرفتن، شاید هیچ وقت فرصت نداشتن که فرصت هایی که ما داشتیم. برای خرسند بودن باید خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. همانطور گفتم همگی خاص هستند، شما هم خاص هستین و هر کس در این زندگی راه خودشان را دارد. در یک کتاب هست از مالکم گلادویل به نام Outliers درباره داستان موفقیت بعضی آدمهای که امروز ما میشناسیم بحث میکنند. بعد میگه که هیچ فرمول خاص وجود نداره که شما موفق شوین. همگی فرمول خودش را دارد. هر کس راه خودش به موفقیت را دارد و شما باید که با خود را با آدم‌های دیگر مقایسه نکنید. اگر شما امکانات و چیزایی که برای بیل گیتس در آن زمان مهیا بود را می‌داشتید، شاید شما هم امروز بیل گیتس بودین، شاید از او بیشتر و بیشتر بودین. تشکر.